امروز خبرنگاران 22 رسانه بین‌المللی در ایران حاضر بودند. آغاز انتخابات ایران خبر فوری خیلی از این خبرگزاری ها بود. خبرگزاری فرانسه از صفوف طولانی در مراکز اخذ رأی در تهران و دیگر شهرها گزارش داد. شبکه المیادین صفهای طولانی ایرانی ها در مراکز رأی‌گیری را نشانه داغ بودن تنور رقابت انتخاباتی خواند. رویترز هم یادداشت روز خود را به انتخابات ایران اختصاص داد. الجزیره انتخابات امروز را یک آزمون بزرگ خواند. پایگاه لبنانی النشره به نقل از ظریف نوشت هر چقدر که مشارکت مردمی در انتخابات گسترده تر باشد، دشمن بیشتر میفهمد که باید با زبان احترام با ملت ایران سخن بگوید. آر آی وای نیوز پاکستان هم انتخابات ایران را انتخاباتی پرشور و رقابتی میان 6000 نامزد معرفی کرد. شبکه آی تی وی انگلیس هم که خبرنگار خود را به تهران اعزام کرده برای انتخابات ایران صفحه ویژه‌ای باز کرد. روزنامه گاردین هم نوشت هیچ نشانه‌ای دال بر تحریم سازماندهی شده انتخابات وجود ندارد.